اما صحبت مردان آهنین شد. کیا مردان آهنین میدیدن؟ دستشون بیارن بالا. بله آقایون که 100%. یه سری خانوم هم مثل که علاقه من بودن به اون برنامه، جزو برنامه های خیلی خوبی بود که واقعا پخش میشد، بیننده بسیار زیادی هم داشت، مخصوصا بله، ایام نوروز بله. بسیار بیننده خوبی هم جذب خودش کرده بود. اما یه چندی پیش هم یه عکسی گذاشتی با آقای خود نگاه که کلی حاشیه شد. آره و چی بود؟ رفت کجا؟ رفت کجا؟ ماجرا عکس چی بود؟ ماجرا عکس این بود که اون عکس بالایی برای 20 سال پیش بود، تقریبا 18 19 سال پیش، عکس پایینی فکر کنم برای 20 روز پیش بود. پژما ما رفته بودیم عسلویه برای ضبط مسابقه ورزشی، رفته بودیم لوکیشن ببینیم. بعد آقای خود نگاه عزیزم، دامادشون به تازگی به رحمت خدا رفت، خدا رحمت کنه. بله حالا با معاصن سفید و اینا ما با هم عکس گرفتیم. من به نظرم بک‌گراند این عکس خیلی قشنگ بود، دریا بود و اینکه حالا مقایسه این دوتا عکس با هم دیگه بعد از سالها من خواستم فقط این دوستانه بودنه رو و قشنگی این عکس رو به اشتراک بذارم با مردم و این لحظات رو نمایش بدم. و اینکه حالا متاسفانه سری از دوستان پژمان جان کم لطفی کردن و اینکه جنبه بد این عکسو ما نه، ما یه کار دیگه کردیم. ما از ایشون دعوت کردیم شب اینجا در کنار ما باشن که ما بگیم که ما همچنان دوستشون داریم. بله. همچنان برای ما یادآور اون دلمون تنگ شده واسه فرمت. بگم من خودم اولین مسابقه که دارم تو قوی ترین مردان 18 سالم بود. آخه آره 18 سالم و جوان ترین شرکت کننده بود یادمه. آره و اینکه من میگم با تصویر کشیدن این عکس خواستم این لحظات قشنگو یادآوری کنم به مردم. ولی خب متاسفانه یه سری دوستان کم لطفی کردن و تو صفحات مجازی دیدیم که حالا برعکس این قضیه اومدن. ولی به هر حال ما که آقای خودنگار رو میشناسیم و میدونیم که ایشون ورزشکار هستن و همیشه هم یه اخوی داشتن توی مسابقات. درسته. دعوت کنیم از فرامرز خودنگار. بفرمایید. آقا خیلی خوش آمدید. سلام. آقا آیدین کاری سه هشته باشید. من بعد اینه خفش کنم. خفش کنم. یعنی آیتم خفه کردن آیدین سال 1300 جان. فرمانه. آقا بفهمید. خب بفهمید. حاجی جان شما برو پیش. به نظر شما نباید اینو خفه کرد؟ دست شما در نکنه. کجا رفت؟ خوبی شما مردم عزیز. قربان شما. خب من سلام عرض میکنم خدمت تمام تماشاگران و بینندگان عزیز، مردم خوبم. بله. امیدوارم که سال خوب و پربرکتی داشته باشن. خداوند به همه مردم عزیزمون سلامتی بده. الهیام. واقعا من خیلی خوشحالم توی این کشور زندگی میکنم. چون وقتی آقا آیدین اون عکسو گذاشته بود، دیدم چقدر مردم منو دوست دارن. دست تک تک همه رو میبوسم و افتخار میکنم که توی این کشور زندگی میکنم، مردم هم اینقدر منو دوست دارن. بله خیلی ممنون. ما واقعا دوست داشتنی هم هستید. اولا که تصفیت میدونم که یک اتفاق ناگواری برای شما افتاده. بله متاسفانه. اگر دوست دارید میتونید راجعش بگید. اگر هم که من دامادم و حدودا نزدیک 40 روز پیش از دست دادم. ایشون هم ورزشکار بودن. خیلی پسر خوبی بود. نمیتونم. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت. مسیرشون پر نور و سبز باشه. خدا رحمت کنه رفتگان همه مردم ما. تصفیت هم میگیم از طرف خودم و همه شبکه نسیمی ها به شما و انشالله خدا هم به شما صبر بده. آقا چرا همیشه شما اخ داشتید تو اون برنامه؟ آقا من اگه این کار نمیکردم چجوری با آقایون باید؟ واقعا اصلا نمیدونستم. الان ببینین یه مدت گذاشته عکس من چجوری گذاشته بود. خب این اصلا اینا نیتش خیر بوده با. بله خب نه خب آید اینجا با من صحبت کرد که من فکر نمیکردم. اما خب شاید عدو میگن شاید عدو سبب شده. خیر من فهمیدم که مردم کشورم چقدر دوست دارن ماها ورزشکارا رو، هنرپیشه ها رو چقدر دوست دارن. واقعا باید آره واقعا من خیلی دست تک تک تمام مردم میبوسم که ناراحت من بودن که با اون وضعیت دیده بودن. خیلی ممنونم ازشون که واقعا به فکر ما هستن. من میدونم که سالهای ساله شما قطعا سالهای ساله که آیدین میشناسین، میشناسمش
برخلاف قلب این بچه بود اومد پیش شما مصاحبه قلبش اینقدر این گنجیشکه و اینقدر قلب مهربونی داره که قطعا به دلیل اینکه شما رو دوست داشته خواسته این عکس یادآوری بشه از سالهای گذشته. حالا معمولا آدمهای بدگمانی هم وجود دارن که منتظر فرصتی هستن که خودشون رو در جای دیگه ای خالی بکنن. این خصلت رو بذارید کنار تو رو خدا. سال 1402 شد دیگه بعد آدم ها قضاوت بکنن همدیگه رو. قضاوت کردن وقتی شما چیزی رو نمیدونید، وقتی قضاوت میکنید میشه کینه، میشه حسد. پس سعی کنید که اگر راجع به موضوع اطلاع ندارید حداقل اظهار نظر هم نه. ولی من اطلاع دارم، عمدی بوده. آقا کلکل شما داده تموم شدنی نیست، نه؟ آقا عمدی بوده، یعنی اومده، آره، اومده یه عکسی رو گذاشته که خودش خوب و رو فرم افتاده. نه بابا، فرامرز عزیزم یه خورده حالا مثلا نه حالا من یه ضبط تمتن از دست بهداد. مردم عزیز بدین که من از دست بهداد واقعا چی کشیدم تو این تایم دیگه ضبط داشت. حالا آقا بدون یه خبر خوشم به مردم بدم، انشالله یه برنامه خیلی خوب و خیلی عالی در سال 1402 با همراه آقایون یه برنامه خوب انجام بدیم که انشالله ما یه قولی از بهداد گرفتیم، گفتیم که در واقع این استعدادیابی رو بتونن تبدیلش بکنن به یک برنامه تلویزیونی که انگیزه ای باشه واسه جوان‌ها، حداقل بدونن که تو یک جای دیده میشن، تو یک جای در واقع استعدادشون کشف میشه. یه برنامه تلویزیونی باشه، حالا اگر تو شبکه نسیم باشه که حتما به مدیرانش استقبال میکنن. ان شاء الله میدیم که یه برنامه خیلی خوب برای مردم سال 402 انجام بدیم. ان شاء الله در کار هستش که ان شاء الله بیاد روی شبکه نسیم. بله این شد. سالهای سال پیش آیدی تو که ازدواج نکرد؟ نه و شما که دیگه بچه کوچیک که نداری دیگه؟ من دیگه بچه کوچیک نوه دارم. نوه دارید؟ خب قول بدید که حتما یه روز به اتفاق نوهتون تشریف بیارید در این مناسبت دیگه تو برنامه ما که بچه رو بفرستیم اتاق بازی بازی بکنن. ولی چند سال پیش بهداد عزیز همراه خانواده مهمان من بودن در ویژه نوروز بود اگر اشتباه نکنم. بله فکر می‌کنم. یادم نیست دقیقاً چه سالی بود. یه مروری دوست داری بکنیم؟ بفرمایید. بریم این بخش رو ببینیم و بعد. فکر کنم 3 یا 4 سال پیش بله، خیلی نبود ولی قبل از کرونا ولی قبل از اون موقع به دلم شکسته شده. همون شکسته شدی. آره همون شکسته شدی. آیدین خاطرات کودکی من از بهداد پرسیدم اسم صمیمی ترین دوست مثلا کلاس اولت، گفت یادم نمیاد ولی با پسرعموش مثلا خیلی رفیق بود. ما از همینجا تبریک گفتیم. تو صمیمی ترین دوست کلاس اول دبستان تو می‌خوای بهش تبریک بگی؟ من صمیمی ترین دوستم پژمان یادم نمیاد ولی اسم معلم اول ابتداییم یادمه، خانم میربهار. خب بهشون تبریک بگید. بله من خدمت خانم میربهار عزیز سال نو رو پیشاپیش تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. این همون آیدین انقدری بود و الان رشد کرده خانم میربهار. حالا من یه خاطره بگم. بگو. پژمان من حالا مردم عزیزم بدونم بد نیست، من کوچیک بودم هلوش 12-13 سالم بود فکر کنم، مردم عزیزم یادشونه کارتون داداش کایکو رو خیلی دوست داشتم. من اسمش یادم نیست، فکر کنم سفرهای کمان بود اسم. نمیدونم سفرهای میتی کمان. آفرین. آره پژمان یه داداش کایکو تو این کارتون بود، خیلی قوی بود. یعنی باور کنید دوستان انقدر این کارتون رو من تاثیر روانی گذاشته تو همون سنین. من واقعا دوست داشتم وقتی بزرگ شدم یه آدم قوی باشم، یعنی قدرتمند بودن رو خیلی دوست داشتم. و اینکه اون داداش کایکو وقتی اون دستمال قدرتش رو می‌بسته و میتونست اون کوه و سنگ رو جابجا کنه برام خیلی جذاب بود. این شاید پژمان این کارتون باعث شد که من مسیر زندگیم بره به سمت ورزش. و حالا دستمالشو خریدی؟ دستمالشو پیدا نکردم. نشان آگه بزرگ. خب ببینید برنامه ما خب موضوعش کودک شوه، این راجع به بچه هاست و خیلی صحبت کردیم که خیلی چیزهایی رو که ما نبایستی در خونه ببینیم در کنار بچه هم زدن. مثلا این فیلم مناسب بچه های زیر 15 سال نباشه، همه میشینیم با هم نگاه میکنیم. واقعا تأثیرات رو حالا شما مثبتش رو گفتی. بله. یعنی اون برای شما یک تأثیر گذاشت که بتونید ورزش کنید، ورزش رو ادامه بدید و یک مسیر دیگه در زندگی.
ولی وقتی میگن آقا این برنامه مناسب کودک نیست، با بچه‌تون نشینید نگاه کنید. روش ممکنه تاثیر اشتباه بذاره. ما قراره که به شما آموزش بدیم. خیلی از کتاب‌ها هست رده سنی داره، شما تشریف ببرید کتاب فروشی مثلا زده که این برای رده سنی مثلا 10 تا 12 سال، 14 تا 16 سال. بعضی کتاب‌ها، بعضی فیلم‌ها، بعضی کارتون‌ها رو نباید بذارید بچه‌ها ببینن، نه اینکه نبینن، مناسب سن خودشون ببینن. آقا فرمرز، شما صمیمی‌ترین دوست دوران کودکیتون رو خاطرتون هست؟ من که هنوزم باش ارتباط داشته باشین. خب من صمیمی‌ترین دوست خاطره کودکیم، من نمیدونم دوستان فکر کنم بینندگان عزیز بدونن، حمید استیلی پسر دایی من. ما نمیدونستیم. بله، حمید خان سلام عرض می‌کنیم و سالونم تبریک می‌گیم. ما از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم، یعنی هم دیگه بازی می‌کردیم، فوتبال بازی می‌کردیم و اینا. این زمانی بودش که ما خیلی میتونید از همینجا به حمید خان استیلی تبریک بگید. حمید جان تبریک میگم سال نو رو، ان شاءالله که همیشه سلامت باشی همراه خانواده‌ات، خدا به خودت و خانواده‌ات سلامتی. الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر. و ما میخوایم که دوباره اینجا برای ما یک داوری بکنید، انجام میدید؟ بله. ما میخوایم بهداد و آیدین رو بفرستیم اتاق بازی بچه ها تا با هم یه بازی کنن. الان خب معلومه از الان بهداد ما الان باید بریم اتاق بچه ها بازی کنیم دیگه. الان اتاق بازی بچه ها سیگه زر کودک شیم و به کودکی درونمون بپردیم. خب معلومه دیگه بهداد برنده سلام دیگه گفتن که همین خونه من تشنه است. ما میریم اتاق بازی بچه ها با داوری آقای فرامرز خود نگاه.